نرگس که در اومد کوالان نه تنها اون نقطه عطفی در سابقه کاری من میدونن، حالا با خودم چون همه فیلم ها نداره میتونم واقعا نظر بدم، ولی اونایی که دستشون تو کاره اینو نقطه عطفی تو کار نوع فیلم بعد سینما ایران هم میدونن. ولی اون موقع با اینکه تو جشنواره مطرح شد، مثلا ملا قلی پور داور بود، خیلی پای این فیلم واسده بود که این باید همه جایزه رو بگیرن، ولی از ظاهر تو رای گیری اولی هم قرار بود جایزه رو به من بدن سیمرغ، ولی خب به دلایلی یکی از داورا به رای گیری مجدد میکنه کارو و به هر حال داستان شریش عوض میشه. البته استاد مهداد فخیمی جایزه رو گرفت برای فیلم مسافران و نه به نرگس دیپلم سوخا دادن، خیلی هم کار درست بود و به هر حال بعد از آقای باحالو میتونم بگم مدد فخیمی کسی بود همیشه از شخصیت هم از دانش و هم از کارش خیلی مورد علاقه من بود و واقعا حقش بود که زودتر از اینا بیشتر جایزه بگیره. ولی به هر حال اون اتفاق افتاده بود و با فشاری گویا ملا قلی پور که هیئت داورم بود این دیپلم افتخار رو برام فیلم به ما داد. اما تو بیرون حالا اسم برم یکی از فیلم برداری برجسته توی نمایش خصوصی آمد وسط فیلم اومد بیرون گفت این چی اینقدر تاریکه فلان حرفا، اینجوری برخورد شد. نقدام نقد منفی نبود، فقط یه مورد بود یه منتقدی نوشت که نورپرزی غلط فیلمو فلان اصلا فیلم پنبهشو زده بود، ولی بقیه سکوت کردم. واکنش هم موقع هیچی، من در واقع فیلم 89 من بود نرگس من کار کرده بودم، چون میگم این ارتباطای کم داشتم، اصلا من واقعا هیچ دفتر فیلمسازی نمیشناختم، هیچ تایید کننده، یه جور یه حس غلط هات تحت اون تربیت دوران جوانیمون ضد سرمایه‌دار رو ندارم ضد فلان با تایید کننده اصلا یه ارتباط برقرار نمی‌کردم. کلا روزای اولام اصلا به نظر آدم تلخی میاد، ولی به خصوص این جماعت چون متأسفانه این بود که مثلا این تیپا رو میرن چاکرم نوکرم مخلصین و مثلا این کارا تو عمر نبود، آدم باید یه بگذری 10-15 روز ببینه آدم توی آدم یه چیزایی هست که درست خوب انسانیه و میفهمم ایشون منو میفهمه ارتباط برقرار بشه، مثلا ارتباطی که فرهادی مثلا برقرار بشه. بنابراین تایید کننده های دنبال من نبودن، بیشتر فیلم ها کارگردان ها به خصوص اون قدیم ها. بعدم خودم اهل این نبودم برم این بر اون بر و خیلی کم کار بودم در واقع اول تا اون زمان سفرم به خارج پیش اومد، من در 12 تا فیلم کار کرده بودم. ولی بعد از اون که اون رفتم برگشتم هم چه اتفاق افتاد، تی یواش یواش عوض شد و خوب یه خود سلیقه هم عوض شد، حالا یه نسل تازه اومد چه تو جوان ها دانشجو ها به خصوص خیلی طرفدار من بودن و این باستاب پیدا کرد، حالا دوباره نگاه کردن، حالا شد فیلم نرگس یک نقطه عطفی در تاریخ فیلم برداری و غیره و غیره. زیاد شد پیشنهاد که من الان می‌نوشتم پیشنهادهای کارو، مثلا به طور متوسط من بین مثلا 15 تا 25 تا مثلا در سال پیشنهاد کار داشتم.